دنیای واقعی یا دنیای حقیقی؟ وقتی به این دو راهی میرسین کدوم راه رو انتخاب میکنید؟ فیلسوف یا سیاستمدار؟ خوش اومدین به پستوی اندیشه ها. جنگ و تقلا. وقتی درباره تاریخ حرف میزنیم این مهمترین چیزی است که به ذهن هممون میرسه. خیلی ها میگن دلیل همه جنگ ها به خاطر منابع بوده، اما هر چنگایی هم شاهد بودیم جنگ هایی رخ داده که فقط به خاطر منابع نبوده. پس دلیل اونها چی بوده؟ به نظر میرسه فاتحان تاریخ لشکرکشی های خودشون رو پشت یک واژه یا یک عقیده توجیه میکردن. اما این عقیده چی بود که باعث شد صفحات تاریخ اینقدر خونین بشه؟ این عقیده آرمان شهر یا همون مدینه فاضله نام داشت. اگرچه خیلی از خونخواران تاریخ از این واژه برای توجیه جنایت‌هاشون استفاده کردن، اما معدود افرادی هم در تاریخ بودن که واقعاً برای ایجاد اون آرمان شهر قیام کردن. درسته که این افراد هیچگاه نتونستن اون آرمان شهر موعود رو برپا کنن، اما تونستن حکومت‌های شبه آرمان شهر رو شکل بدن. چگونگی رسیدن به اون آرمان شهر موعود یک راز چند هزار ساله است که برای فهمیدنش باید سفری به دنیای باستان داشته باشیم. به باور بسیاری هر 7777 سال تقریبا تمامی تمدن‌ها از بین می‌روند. نوح که از 40 سالگیش هشدار چنین واقعی را می‌داد، نهایتاً 79 سال یا همان 948 ماه بعد در سن 119 سالگیش شاهد این اتفاق بزرگ بود. در آن زمان هر ماه را یک سال می نامیدند. نجات یافتگان کشتی نوح در نقاط مختلفی از جهان جدید به ساحل امن رسیدند، از جمله در آمریکای جنوبی. این افراد بعدها تمدن مایا را به وجود آوردند، اما بیشتر آنها در کشتی ماندند تا آنکه کشتی نوح نهایتاً در منطقه نوحاوند که امروزه به نهاوند معروف است بر زمین نشست. دو سال پس از آن نوح در سن 121 سالگی از دنیا رفت. نجات یافتگان کشتی نوح تمدن‌هایی در منطقه بین النهرین شکل دادند که برگرفته شده از نام‌های فرزندان و نوادگان نوح بود که عبارت بودند از ایلام، آشور، آرام و کنعان. این نجات یافتگان در سراسر منطقه بین النهرین پراکنده شدند. به همین علت این منطقه از جهان گهواره تمدن محسوب می‌شود.
پس از نابودی تمدن‌های پیشرفته قبل از سیلاب بزرگ، اولین تمدن‌های شهر نشینی در 5425 سال پیش در منطقه بین النهرین ایجاد شدند. این تمدن‌ها یا دولت شهرها هر کدام در گذر زمانی طولانی به عقاید و باورهای مذهبی متفاوتی گرایش پیدا کردند. به همین دلیل برای تحمیل عقاید و اثبات حقانیتشان برای چند هزار سال با یکدیگر جنگیدند، اما هیچ کدام موفق به بنا کردن آرمان شهر مورد نظر خود نشدند. این جنگ های فرسایشی به قدری طولانی شد تا آنکه تقریبا همگی این تمدن ها از میان رفتند و تنها چند تمدن مانند لیدیه، ماد و بابل به جا ماندند و قوی ترین آنها تمدن بابل بود که حاکم مقتدری به نام نبوکدنصر سوم یا همان بختالنصر بر آن فرمان روایی می کرد. یه اتفاق ساده اما بسیار مهم مسیر تاریخ رو به کلی و برای همیشه عوض کرد. در قرن ششم پیش از میلاد، پادشاه کشوری کوچک به نام انشان در منطقه پارس به پا خواست و معادلات جهان آن روز را برای همیشه تغییر داد. لقب وی کوروش دوم بود. بین سالهای 550 تا 539 پیش از میلاد، کوروش با فرماندهی موفق لشکریانش پیروزی‌های متعددی کسب کرد. وی ابتدا علیه پادشاهی ماد به جنگ برخاست و حکمتانه پایتخت آن را فتح کرد. سپس کرزوس شاه لیدیه را شکست داد و در بهار سال 539 پیش از میلاد بابل بدون خونریزی توسط وی فتح شد. کوروش بزرگ که تمامی دولت شهرهای باستانی را شکست داده بود، نوع دیگری از سیستم حکومتی ایجاد کرد که نام آن امپراتوری بود. اولین امپراتوری جهان که از رود سند در هندوستان تا آناتولی گسترده بود، 3200 کیلومتر طول داشت. کوروش همچنین بردگان از جمله یهودیان را هم آزاد کرد. در تمامی قلمروی حکومت امپراتوری کوروش، مذاهب و ادیان آزاد بودند و تمامی شهروندان حق عبادت خدای خود را داشتند. وی ستایش شده مردوک و مسح شده خدای یهودیان لقب گرفت و برای اولین بار در جهان ادیان و تفکرات مختلف همگی بر سر یک حاکم واقعی توافق کردند و این یک نقطه عطف در تاریخ جهان بود، زیرا دوران دولت شهرها به پایان رسیده بود و این بار حاکمی خردمند حکومتی جدید را به ارمغان آورده بود. برخلاف پیشینیان، کوروش کبیر پادشاهان شکست خورده ماد، لیدیه و بابل را نکشت و آنان را تبعید کرد و حتی برای آنان زندگی مرفهی نیز فراهم کرد. امپراتوری وی شبه آرمان شهری بود که بیشتر مردمان باستان آن زمان شهروندان آن محسوب می شدند و در پرشیا جای داشتند. در سال 530 پیش از میلاد، جهان شاهد فقدان اولین امپراتور بزرگ خود بود که شیوه نوینی از حکومت داری را به نام امپراتوری به عنوان میراث و هدیه گرانقدر از خود به یادگار گذاشت. کوروش پارسی تونست برای اولین بار یک امپراتوری تشکیل بده و از اون مهمتر این که اون یک شبه آرمان شهر ساخت. چرا هیچ پادشاه و فاتح دیگه پس از اون نتونست این کار رو بکنه؟ این راز چند هزار ساله رو برای اولین بار لیدر ریستارت باش کرد. آریستوکراسی امپراتوری کوروش یعنی چی؟ باید سه تا شرط داشته باشه. یکی اینکه باید یک کوروش داشته باشه. دو، باید یک عارفی صوفی دانشمند بزرگی باشه پشت این آدم، و سه، باید قانون اساسی محکم و قوی و قدرتمندی داشته باشه. شخص کوروش یا امپراتور اولین ضلع این مثلث بود،
اما نه مهمترین. دومین و مهمترین ضلع این مثلث شخص پشت کوروش بود. اما اون شخص چه کسی بود؟ پاسخ رو میشه توی شهر باستانی شوش پیدا کرد. دانیال یکی از بزرگان یهودی اورشلیم بود و از جوانی مورد احترام یهودیان قرار داشت. وی پس از نخستین حمله بابلیان به کشور یهود توسط نبوکدنصر دوم، بارها به اهالی اورشلیم درباره خطر حمله اصلی توسط پادشاه بعدی بابل یعنی بختالنصر هشدار داد. اما یهودیان هشدار وی را نادیده می گرفتند، زیرا پادشاه کشور یهود خود را در اوج اقتدار می پنداشت. سرانجام پیشبینی دانیال به وقوع پیوست و در سال 597 قبل از میلاد پادشاه جدید بابل نبوکدنصر سوم ملقب به بختالنصر به اورشلیم لشکر کشید. در کتاب دانیال آمده است که در سومین سال سلطنت آخرین پادشاه یهود بختالنصر پادشاه بابل برای دومین بار با سپاهیان خود به اورشلیم حمله کرد و آن را محاصره نمود. دلیل این حمله اختلافات مذهبی بود. بختالنصر آشوری حمله کرد خوار مادر معبدان زرتشتی را سرویس کرد و یهودیان. پس از فروپاشی پادشاهی متحد اسرائیل و نابودی بخش شمالی آن توسط تمدن آشور، قسمت جنوبی آن یعنی پادشاهی یهودا مدت بیشتری دوام آورد و مأمن سه قوم باقی مانده از 12 قوم بنی اسرائیل بود و این گونه بود که بسیاری از آشوری ها در سرزمین های شمال کشور یهودا اسکان داده شدند. پس از آنکه کلدانیان حکومت بابل جدید را بنیان گذاشتند، با همکاری پادشاهی ماد همزمان به حکومت آشوریان حمله کردند و در سال 612 قبل از میلاد تمدن آشور را نابود کردند و بدین ترتیب آشوریان ساکن در منطقه پادشاهی اسرائیل بدون حامی رها شدند و مورد ظلم و ستم یهودیان قرار گرفتند. پس از سالها آزار آشوریان توسط یهودیان، اینک یک آشوری به نام بختالنصر تبدیل به قدرتمند ترین فرد جهان باستان شده بود. بنابراین وی برای انتقام از یهودیان به اورشلیم لشکرکشی کرد و پس از تصرف کشور یهود پادشاه آنها را به اسارت گرفت و گنجینه های مذهبی و تاریخی آنان را غارت کرد. بختالنصر تصمیم به قتل عام همه یهودیان داشت، اما تنها به یک علت از این تصمیم منصرف شد. دلیل این تصمیم شخص دانیال بود. دانیال نبی یه بچه 17-18 ساله به همراه ارمیای نبی رفتن و توی جنگل از یه بچه امضا گرفتن. قرار شاه بشی، شما اینجا امضا کن، اگه شاه شدی من هر جا بودم ما رو نکشی. این بچه 12 ساله بعد از چند سال میشه مشاور نبوکدنصر. اون مشاور عرضم حضور شما که بعدش میشه رئیس زندان. بعدش اونجا به خاطر محبت میگه چرا از زندانی ها باید باج بدن، میخواد بهشون کمک میکنه، محبوب میشه تو زندانی، خلاصه کودتا میکنه، پادشاهی رو میگیره و میشه پادشاه. بعد لشکر درست میکنه، حمله میکنه، شروع میکنه کشتار. 750,000 یهودی رو به اسارت میبره. بعد از این که بختالنصر حمله کرد، شروع کرد کشتار کردن، رسید به قوم اینا، دانیال نبی رفت جلو، اماننامه رو نشون داد، گفت به خاطر شما میبخشم. بختالنصر پس از کشتار بسیاری از یهودیان و تخریب معبد سلیمان، بیشتر یهودیان را به عنوان اسیر با خود به بابل برد و معدودی از آنان را تحت امر دانیال در اورشلیم باقی گذاشت و آنان را تهدید کرد که اگر
از فرامین دانیال پیروی نکنند همگیشان را خواهد کشت. یهودیان اسیر شده که هشدارهای دانیال را نادیده گرفته بودند به عنوان برده به بابل فرستاده شدند و در تمام سالهای پس از آن روزگار بسیار سختی را پشت سر گذاشتند. اما یه اتفاق ساده مسیر تاریخ قوم یهود رو عوض کرد. بختونس یه خواب میبینه، وحشت میکنه، خواب میپره، تمام معبرین رو صدا میکنه، تمام وزرا میگه بله، میگن بفهمه، میگه خواب منو تعبیر کنه، میگن خب بفهمه، میگه خوابم یادم رفته، میگن که خوابتون یادت رفته باید بگید ما تعبیر کنیم، گفت نه گردن همه تون میزنم، اول خواب منو به من بگید دوم تعبیر کنید. گفتم نمیدونیم از اینجا خوابتون و ما خوابتون رو بگیم. که دانیال نبی اومد هم خوابش رو هم تعبیر کرد. پس از این ماجرا ارج و قرب دانیال در نزد بختالنصر بیشتر میشه. بختالنصر که از رویای خود پریشان شده بود از دانیال درخواست کرد که به بابل بیاید. پس از تعبیر رویا توسط دانیال، بختالنصر از وی تقاضا کرد که به عنوان مشاور در نزدش باقی بماند. دانیال تا زمان فتح بابل توسط کوروش در بابل باقی ماند ولی به جانشینان بختالنصر خدمت نکرد. بعد از پیروزی پارسیان بر بابل، دانیال توسط شخص کوروش به عنوان مشاور امپراتور انتخاب شد. کوروش کبیر تصمیم داشت دانیال رو به کل امپراتوری مسلط بکنه، اما کسانی توی دربار تصمیم گرفتن تا دانیال رو نابود کنه. نکته جالب اینه که خیلی از این افراد خودشون یهودی بودن. دانیال نبی چرا یهودی ها ازش نفرت دارن؟ برای اینکه در تاریخ یهود دانیال نبی تنها فردی بود که هم مشاور بختالنصر بود که یهودی ها رو کشت و هم مشاور کوروش بود، یعنی هم کوروش برسد هم بختالنصر رو. پس برای همین یهودی ها میگن کوروش کوروش، میخوان دانیال نبی رو قایم کنن. دقیقا نمید. شخص دانیال ضلع دوم این مثلث بود. سومین ضلع این مثلث قانون اساسی کوروش بود. آیا اثری از قوانین اساسی کوروش به جا مونده؟ یعنی عقل و دل توامن در آریستوکراسی، حکومت نوع آریستوکراسی باید دخالت کنه. یعنی صوفی منشی، یعنی فیلسوف منشی، یعنی حکومت فیلسوفان و دانایان، هیچ کسی چی نمیدونه. سرزمین پرشیا میزبان اولین شبه آرمان شهر جهان، نگینی در دنیای باستان که قوانین اساسی اون توسط صوفی بزرگ دانیال ارائه شد و امپراتور کوروش اجرا کننده اونها بود. آیا این اتفاق تو جامعه دیگه هم رخ داد؟ برای پیدا کردن پاسخ این سوال باید به کشور یونان سفر کنیم، سرزمینی که از اوج آشوب و جنگ‌های داخلی تبدیل شد به میزبان فلاسفه بزرگ تاریخ. سوال اصلی اینه که چطور همچین اتفاقی رخ داد و آیا اصولاً فلسفه‌ای به نام فلسفه یونان داریم؟ یک گروهی از یونانی‌ها که ریاضیدان بودن و اینا دنبال سوفیسم بودن، انسان کامل بودن، یعنی فلسفه یونان به فلسفه میگن که یه سری یونانی رفتن از ایران فلسفه رو یاد گرفتن اومدن بیرون توضیح دادن فلسفه تولید نشده. اینها رفتن ایران فهمیدن که سوفیسم ایران، اومدن تو شیراز اون طرفا به سوفیسم ایرانی ایمان آوردن، متوجه شدن و اینها برگشتن به یونان. بعد از مدتی یه مدرسه درست کردن نتیجتاً که توش فیثاغورس ها اومدن بیرون. فیثاغورس در سال 569 پیش از میلاد در جزیره ساموس چشم به جهان گشود. در جوانی به سفرهای زیادی رفت و این امکان را پیدا کرد تا با افکار مصریان باستان، بابلیان و پارسیان آشنا شود. تقریبا 22 سال در سرزمین‌های خارج از یونان بود. سالها در مصر ساکن بود و در خدمت کاهنان و روحانیان مصری به شاگردی پرداخت و علوم مختلف را آموخت.
سپس از آنجا روانه بابل شد تا شاگردی را از نو آغاز کند، اما در بابل اسیر شد و تا مدتها به حالت اسارت زندگی میکرد، تا آنکه به همراه داریوش اول به قلب سرزمین پارس آمد و از تخت جمشید در حال ساخت دیدن کرد و در نهایت مسئول نظارت بر اجرای این پروژه عظیم شد. در همان زمان با تفکرات عرفان پارسی آشنا شد و مأموریتی عظیم را به دوش گرفت که همانا انتقال عرفان و فلسفه پارسی به خارج از مرزهای امپراتوری پارسیان بود. پس از مدتی وی دوباره رهسپار مصر شد. در حدود سال 530 قبل از میلاد از مصر بازگشت و در زادگاه خود مکتب اخوتی را بنیان گذاشت که امروزه با نام مکتب پیثاگورس شناخته می شود. شیوه تفکر این مکتب با سنت دموکراسی حاکم در تضاد بود و چون این مکتب فلسفی به مزاق مردم ساموس خوش نیامد، فیثاغورس به ناچار زادگاهش را ترک گفت و به سمت یونان رفت و در کراتون مقیم شد. البته دموکراسی تو یونان باستان یه تفاوتایی با دموکراسی امروزی داشت. کلمه دموکراسی از واژه یونانی دیموس کراسوس میاد که یعنی رأی اکثریت. اما خب کدوم اکثریت؟ از دید حاکمان یونان، بردگان، زنان و فقرا قشر پایین و پست جامعه محسوب می شدند. بنابراین شهروندان یونان نبودند و حق رأی نیز نداشتند. در مقابل تنها افراد معدودی از جمله ثروتمندان حق رأی داشتند. فیثاغورس و شاگردان مکتب او با چنین دیدگاهی از دموکراسی سر ناسازگاری داشتند. فیثاغورس و شاگردانش بارها توسط متعصبین مورد آزار و اذیت قرار گرفتن، تا اینکه نهایتاً تو سال 495 پیش از میلاد رؤسای مذهبی و حاکمین حکومت دموکراسی مردم رو تحریک کردن تا به مدرسه فیثاغورس حمله کنند. و متاسفانه فیثاغورس و شاگردانش توسط دموکراسی خواهان زنده زنده سوزونده شدن و یا به قتل رسیدن. درسته که فیثاغورس و مدرسه‌اش از بین رفت، اما افکار مکتب فیثاغورس زنده مون. تا اینکه از دل این مکتب شخصی بیرون اومد که در تاریخ جهان بسیار تأثیر گذاره، سقراط. این مکتب در یونان شکل میگیره، شروع میکنه دانشمندان بزرگ بیرون دادن. در طول زمان بعد از مدتی مردی از این مکتب دوباره بلند میشه، اسم اون هست سقراط. آقای سقراط یک برنامه میده بیرون به نام ریستارت. اسم اون برنامه رو میذاره سوال، اسم اون برنامه میذاره دیالوگ، رد و بدل دیالوگ. با سوال شروع میکنه، تمام ادیان رو میده رو هوا، افکار رو میده رو هوا، با سوال مردم رو میریزه به هم. سقراط در سال 470 پیش از میلاد در آتن به دنیا آمد. وی پدر فلسفه اخلاق و بنیانگذار فلسفه غرب است. سقراط در جوانی به عنوان سرباز پیاده نظام ارتش خدمت کرد. دوستان و همشهریانش شجاعت و ایستادگی وی را در جریان جنگ‌های پلوپونزی بسیار ستودند. شجاعتی که در آن جنگ‌ها از خود نشان داد، از وی شخصیتی برجسته و ممتاز ساخت. سقراط در بازار آتن آگورا جوانان و متفکران را به دور خود جمع می‌کرد و آنها را تشویق می‌کرد تا خدایانشان، ارزش‌هایشان و خودشان را مورد پرسش و ارزیابی قرار دهند. احترام و علاقه بی‌حدی که سقراط در نزد شاگردانش داشت، نه تنها به خاطر سابقه افتخار آمیز او در میدان جنگ یا بی‌اعتنایی به مظاهر دنیا، بلکه بیش از همه به سبب فروتنی سقراط بود. مبدأ فلسفه او همانا اعتراف به جهل خیشتن است. آنچنان که می گفت، همی دانم که نمی دانم. تفکرات سقراط هم مثل استاد فیثاغورس برای مردم زمان خودش محبوب نبود.
جناب آقای سقراط گرفتن به حکم اعدامش صادر کردن. چجوری صادر کردن؟ رأی که از مجلس نمایندگان اون موقع، هیئت منصفه به قول خودمون اون موقع، قضات عالی، دیوان عالی، دیوان فلان، دیوان فلان، مصلحت نظام، همه نشستن با رأی مردم، مردم هم حضور داشتن، اعلام کردن که سقراط حکمش اعدام تمومش. چون سقراط باباش مجسمه ساز و اینا بود و بعد مجسمه خیلی خوب میساخت، روابط بسیار قوی هم توسط یکی از عموهاش تو نظام و تو مصلحت نظام نیرو داشت. اینا اون بالا صحبت کردن، قبول کردن که بیخیالشن نکشنش دیگه. سقراط فردا صبحش میرفت توی یه جایی که 5 نفر آدم نشسته بودن، 10 تا جوان بودن، 20 تا آدم بودن، 20 تا جمعیت بودید، میاد اونجا میگفت دموکراسی رو شما باور ندارید؟ دموکراسی به چه من نمیکشید؟ گفتم حکومت واسه نمیخوان بکشید، بخشیده. رأی مردم میزان رأی ملته. شما مردم رأی دادید منو باید بکشن، حکومت خرکیه. مگه شما رأیتون این نبوده که منو بکشن؟ پس دو حالت داره، یا دموکراسی اینه یا منو بکشید. انقدر اینو گفت حکومت گرفتش. متاسفانه تاریخ همیشه به ما اثبات کرده که هر کسی که زیاد بفهمه و سعی در روشنگری داشته باشه توسط حاکمین سیاسی و مذهبی حذف میشه و این وسط مردمون ساده هم بازیچه میشن. در سال 399 پیش از میلاد سقراط به اعدام محکوم شد. جرم وی فاسد کردن جوانان و بی‌اعتقادی به خدایان بود. سقراط در دفاع از خیش تنها به خطابه‌ای بسنده می‌کند، زیرا می‌دانست که دادگاه فرمایشی است و حکم او از پیش رقم خورده است. پس از پایان خطابه معروف سقراط، قضات حکم به سرکشیدن جام زهر دادند و سقراط در نهایت خرسندی آن را پذیرفت. در نهایت در حالی که شاگردانش پیشنهاد فرار به او دادند، او مرگ را به فرار ترجیح داد و چنین بود که دموکراسی حاکم بر یونان تاریخ بشریت را از حضور مردی این چنین بزرگ محروم کرد. با اون که شخصیت سقراط در شکل‌گیری فلسفه غرب بسیار تأثیرگذار بود، اما هیچ اثری از خود سقراط به جا نمونده. سقراط در طول حیات پربار خود شاگردان بسیاری را پرورش داد. در تمام این سالها او تلاش کرد تا پاسدار مکتب عرفان و فلسفه‌ای باشد که به آن متعهد و پایبند بود، یعنی فلسفه عرفان پارسی که توسط استادش فیثاغورس وارد فرهنگ یونانی شده بود. آثار به جامانده از شاگردان سقراط مؤید این راز مهم است. یکی از مهمترین شاگردان وی گزنوفون نام داشت که مشهورترین کتاب وی سایروپدیا یا همان کوروشنامه نام دارد. وجود کتاب کوروشنامه گزنوفون شاگرد سقراط دلیلی بر پارسی بودن تفکرات سقراط و فیثاغورس است. کتابی که بیش از 2000 سال بعد و طبق گفته های توماس جفرسون مرجع و اساس تشکیل کشوری نوپا اما بسیار قدرتمند به نام ایالات متحده آمریکا شد. اما مهمترین شاگرد سقراط شخصی بود به نام افلاطون. همین جور که نگرشی که سقراط از گذشته توضیح داد راجع به ریستارت، همین جوری هم آریستوکراسی رو افلاطون از نگاه سقراط توضیح داد که جهان هیچی از آریستوکراسی نمیدونه و سقراط هر چی تلاش کرد که اینو به مردم بفهمونه مردم نفهمیدن و وقتی سقراط رو کشتن دفن شد این تفکرات سقراط، که خود سقراط هم از صوفیان ایرانی گرفته بوده. افلاطون شروع میکنه، چون سقراط کتاب نداشته دیگه، مطالبشو میگفته و اینا، یک صوفی بسیار بزرگیه، افلاطون شروع میکنه افکار سقراط رو نوشتن. افلاطون در سال 427 قبل از میلاد در یک خانواده قدرتمند سیاسی در آتن به دنیا آمد.
نام واقعی این فیلسوف شهیر آریستوکلس است و افلاطون لقب وی به معنای ژرف، وسیع و گسترده می باشد که نمایانگر ژرفای نگاه او و وسعت آگاهی و خرد وی در حکمت، فلسفه و علوم مختلف بوده است. افلاطون از خانواده نجیب و ارجمند بود. نسب او از طرف پدر به آخرین پادشاه آتن و از طرف مادر به سولون می رسید که در میان یونانی های قدیم یکی از خردمندان هفتگانه محسوب می شد. هوش سرشار افلاطون از کودکی به وضوح نمایان بود. بنابراین پدرش برای او اساتیدی در زمینه‌های موسیقی، فلسفه و ادبیات به کار گماشت. همچنین شخصیت فیثاغورس بسیار بر او تاثیرگذار بود. وی در 20 سالگی شاگرد سقراط شد و این مصاحبت و شاگردی به مدت 8 سال ادامه یافت. افلاطون در سال 399 پیش از میلاد شاهد اعدام خودخواسته آموزگارش سقراط به حکم دادگاه آتن بود و پس از اعدام سقراط افلاطون آتن را ترک کرد. افلاطون باور داشت که اعدام سقراط ماحصل حکومت دموکراسی است. افلاطون معتقد بود که تو دموکراسی مردمی که فاقد عدالت هستند صاحب نظر میشن. او میگفت وقتی یک نفر مریض میشه دور خودش آدم جمع نمیکنه تا مریضیش رو تشخیص بدن. به جاش میره سراغ یک حکیم خردمند. خب چرا نیم همین سیستم رو برای حکومت داری در نظر بگیریم؟ یعنی فیلسوف شاهی، آریستوکراسی یا همون حکومت خردمندان. پس از مرگ سقراط، وی سفری چند ساله را به شهرهای یونان و کشورهای بیگانه نظیر مگارا آغاز کرد و نهایتاً در سال 387 قبل میلاد در 40 سالگی به آتن بازگشت و مکتبی فلسفی ایجاد کرد که به آکادمی مشهور است و در آن مؤلفه‌های حکومت ایدئال خود یعنی آریستوکراسی را مطرح کرد و بخشی از قوانین اساسی حکومت خردمندان را ارائه کرد که متاسفانه بر اثر بایکوت تفکرات وی و گذر زمان این اصول ارزشمند از صفحه روزگار محو شد و تنها در دست خردمندان و اهل عرفان به صورت یک راز محفوظ نگه داشته شده است. در نهایت در سال 347 قبل میلاد جهان بار دیگر فقدان فیلسوفی عظیم را شاهد بود. مرگ سقراط و ظهور افلاطون نوید بخش یک اتفاق مهم، مهاجرت عرفان و فلسفه از شرق به غرب که همزمان میشه با فروپاشی امپراتوری هخامنشی. برای همین هم مؤلفه های اصلی آریستوکراسی از سرزمین پارسیان خارج شد. اینجاست که برای دومین بار در تاریخ شاهد ظهور یک فرد ناشناس از یک کشور ناشناس هستیم که دوباره یک امپراتوری تشکیل میده و این بار تقریبا بر سراسر جهان باستان حکومت میکنه. این شخص کسی نیست جز اسکندر از مقدونیه. اسکندر سوم مقدونی ملقب به اسکندر کبیر در سال 356 قبل از میلاد در شهر پلا متولد شد و تا پیش از رسیدن به 30 سالگی توانست یکی از بزرگترین امپراتوری های دنیای باستان را شکل دهد که از دریای یونان تا هیمالیا گسترده بود. او در جنگ ها شکست ناپذیر بود. از وی به عنوان فاتح بزرگ در سرتاسر تاریخ یاد می شود. او بانی اصلی گسترش فرهنگ و تمدن یونانی در جهان، آغاز عصر هلنیسم و پیدایش جاده ابریشم بود. در سال 336 قبل میلاد و زمانی که اسکندر جوان تنها 20 سال داشت، پدرش فیلیپ به طرز مشکوکی به قتل رسید و
و این ماجرا سرنوشت اسکندر را برای همیشه تغییر داد. این چنین بود که فرزندی که هیچگاه قرار نبود پادشاه شود بر تخت سلطنت نشست. تو همه کتاب ها نوشته شده که ارسطو کسی بوده که اسکندر رو تعلیم داده، اما اینطور نیست. ارسطو نقش دیگه ای رو تو زندگی اسکندر ایفا کرد که این راز چند هزار ساله برای اولین بار توسط لیدر ریستارت فاش شد. اسکندر مقرونی رو فرسته، کسی که باباش توسط به دستور جناب آقای ارسطو کشته شده بود. حالا تمام تاریخ ایشون چسبونده به ارسطو. ارسطو و طرفداراش شایع کردن که فیلیپ توسط پارسیان ترور شده. اینطوری شد که شعله جنگ بین اسکندر و امپراتوری هخامنشی آغاز شد. اسکندر ابتدا تمامی دولت شهرهای سرزمین اصلی یونان را شکست داد و آنها را تحت فدراسیونی به نام اتحادیه هلنی متحد کرد. سپس وی در سال 334 قبل میلاد به آسیای صغیر که تحت کنترل هخامنشیان قرار داشت هجوم برد و سلسله نبردهایی را به راه انداخت که 10 سال به درازا انجامیدند. طی این نبردهای سرنوشت ساز، به ویژه نبردهای ایسوس و گوگمل، اقتدار پارسیان و پادشاه آنان داریوش سوم در هم شکست. ابتدا اسکندر به سمت اورشلیم حرکت کرد و در آنجا به گرمی از او استقبال شد. پس از آن وی به مصر لشکر کشید و آن را نیز فتح کرد. مردم مصر وی را ناجی و فرزند آمون نامیدند. پس از فتح مصر به سمت قلب قلمروی پادشاهی پارسیان حرکت کرد و بابل را فتح کرد که برای دومین بار در طول تاریخ بابل بدون خونریزی فتح شد. امپراتوری اسکندر گستره ای از دریای آدریاتیک تا رود سند را دربر می گرفت که این امپراتوری صدها سال دوام آورد. از آسیای صغیر تا مصر اسکندر را رهایی بخش نامیدند. به همین سبب لقب پیش بینی شده اش به وی اعطا شد، یعنی ذوالقرنین. تو همه کتاب ها سعی میکنن که اسکندر رو فقط یک فاتح و کشورگشا نشون بدن، در صورتی که حقیقت چیز دیگه ایه. اون زمانی که اسکندر به ایران حمله کرد، این معبدان زرتشتی لطف میکردن، معابدی که داشتن هر کسی که پول داشت و پله داشت، حتی میراث خارم نداشت، پولاشو برمیشه میدوشن به موقع میدودن اون تو. اسکندر مقدونی وقتی اومد این معابد اینها رو خراب کرد، آتش کرده هاشون رو خراب کرد، گنجا طلاها مثل آب روان بود. ببین چقدر تلمبار کرده بودن. یه قانونی در معبدان زرتشتی گذاشته بودن که هر کس میخواد عروسی کنه بعد شب اول عروسه رو بده دست این معبده. اسکندر اومد کشور گره، توضیح داد به مردم که شما میدونید من کیم. گفتن نگو، من نوادگان کوروشم. اسکندر روزی که صوفی بهش گفتش که باید حمله کنی ایران، انسان کامل هم تازه نمیشناخت، این کوروش بود. اسکندر ذوالقرنین لقب اسکندره، اسکندر مقدونی به فرمانش اومد. فتوحات اسکندر قبل از فتح امپراتوری پرشیا یک راز دیگه ای رو هم برملا میکنه. با آنکه سپاه پارسیان در نبرد ایسوس شکست خورده بودند و داریوش سوم یا همان دارا متواری بود، اسکندر مقدونی هیچگاه به دنبال انتقام از شخص پادشاه پارسیان نبود و حتی با همسر، مادر و دختر وی با احترام بسیار برخورد کرد. اما سرنوشت تقدیر دیگری را برای آخرین پادشاه هخامنشی رقم زده بود. وی توسط برادرزاده خیش به قتل رسید و
وقتی اسکندر به بالین دارا رسید، جسد وی را با تأثر و احترام فراوان به پارس منتقل کرد. در آثار عرفای پارسی مثل نظامی گنجوی شرح آخرین مواجهه اسکندر با دارا اومده. در اونجا اسکندر به دارا میگه که برای احیای حکومت کوروش اومده و در حقیقت وارث حقیقی کوروش شخص اسکندر بوده. به گزارش کتیبه‌های بابلی پیش از ورود اسکندر به بابل، وی را شاه جهان نامیدند و سجده کنان به استقبالش رفتند. همچنین هنگامی که اسکندر وارد اورشلیم شد، در معبد مقدس قربانی تقدیم کرد و یهودیان را برای سکونت به اسکندریه دعوت نمود. یهودیان نیز فصل هشتم پیشگویی کتاب دانیال را به او نشان دادند که به توصیف تسخیر شاهنشاهی پارس به دست یک شاه مقتدر یونانی می‌پردازد. بدین ترتیب دومین شبه آرمان شهر جهان شکل گرفت. اسکندر کبیر تو سن 33 سالگی کشته شد. البته راز مرگ اسکندر رو هم باز لیدر ریستار فاش کرد. ارسطو که خودش معلمه، یکی از معلمهای اسکندر مقدونی بود، خودش در قتل پدر اسکندر و خود اسکندر نقش داشت. با اینکه اسکندر در جوانی از دنیا رفت، اما اقدامات بسیار بزرگی را انجام داد. یکی از اونها این بود که در همه ممالک فتح شده شهرهایی به نام اسکندریه ساخت، که یکی از اونها هنوز هم با همون نام اسکندریه در مصر وجود داره. اقدام بسیار مهم اسکندر مقدونی در تأسیس شهرهای مدرن با نام اسکندریه اثرات بسیار بزرگی به جای گذاشت. وی از تمامی خردمندان و دانشمندان دعوت می کرد که در این شهرها سکنا گزیده و بدین ترتیب اولین دانشگاه‌های جهان ایجاد شدند. مدرسین و فارغ التحصیلان این دانشگاه‌ها شاخه‌های مختلفی از علوم را ایجاد کردند و یا در بست آن تلاش کردند. از پزشکی تا هندسه، این مدارس نوابغی به جهان عرضه کردند که اثرات آن تا به امروز نیز مشهود است. جالینوس، پزشک و حکیم شهیر یکی از آنان است. شاید بشه گفت که مشهورترین خروجی دانشگاه اسکندریه فیلسوف بزرگ هیپاتیا بود، که این بانوی بزرگ آخرین کتابدار کتابخونه اسکندریه بود. هیپاتیا اخترشناس و ریاضیدان شهیر اولین زن ریاضیدان جهان است. وی استاد فلسفه و ریاضی در شهر اسکندریه بود که در علم نجوم نیز مهارت بسیار داشت. از خدمات این بانوی بزرگ می توان به کشف بیزی بودن مدار اجرام سماوی اشاره کرد که این محاسبات ثابت کرد که زمین در مرکز جهان قرار ندارد، بلکه زمین و دیگر سیارات منظومه شمسی به دور خورشید در حال حرکت هستند. بدین ترتیب محاسبات وی به سلطه 500 ساله تفکرات بطلمیوسی پایان داد. وی در سال 415 میلادی در شهر زادگاهش توسط مسیحیان متعصب سنگسار شد و بدین ترتیب عصر طلایی اسکندریه به پایان رسید. سرنوشت هیپاتیا هم شبیه به اساتیدش سقراط و فیثاغورس بود. تاریخ به ما ثابت کرده که بزرگان جهان معمولاً سرنوشت‌های مشابه داشتند. متأسفانه در طول تاریخ بسیاری از بزرگان جهان توسط ادیان و حکومت‌ها حذف شدند و آثارشان آمدانه از بین رفته است. معدودی از آنان که قابل حذف شدن نبودند، به واسطه حذف و یا تحریف آثارشان تنها به سطح یک دانشمند تقلیل پیدا کردند.
به همین دلیل مردم جهان این بزرگان را تنها به عنوان ریاضیدان، منجم، شیمیدان و یا گاهی فقط به عنوان شاعر می‌شناسند و هیچ شناختی از فلسفه و تفکرات آنان ندارند. این در حالی است که لیدر ریستارت با ارائه، جایگذاری و توضیح بخش‌های حذف و یا تحریف شده مطالب عرفای بزرگ جهان مانند مولانا رازهای علمی بسیاری را افشا کردند. ابیات و گفته هایی که گاهن تا چند هزار سال مکتوم مانده بود. از ارشمیدس تا هیپاتیا تماماً بزرگانی بودند که به جهان عرضه شدند و همگی آنها وامداران تفکر فلسفه افلاطونی بودند. در طول تاریخ تفکرات افلاطون به دلیل سانسور و بایکوت توسط طرفداران ارسطو و به تبع آن کلیسا تا قرنها مسکوت ماند تا کسی پی به راز اصلی آریستوکراسی نبرد، زیرا حاکمان سیاسی و مذهبی دست در دست یکدیگر تلاش کردند که به مردم جهان بقبولانند که حکومت‌های آنان مشروع و همان آرمان شهر موعود است، در حالی که افلاطون علاوه بر نام حکومت آرمان شهر نمونه کوچکی از آن به نام آتلانتیس را نیز معرفی کرده بود. متاسفانه این سانسور و بایکوت تا به امروز نیز ادامه دارد. به همین علت بشر امروزی دموکراسی را غایت و نهایت پیشرفت تفکرات بشری می داند. افلاطون تو معروفترین کتابش نمایشنامه جمهور راز گمشده آرمان شهر رو میگه. 5 تا شکل حکومت میگه، اینجا راز بزرگی که نمیخوان تو بفهمی. اولین حکومت، بهترین حکومت، قشنگترین حکومت، حکومت دانایانه. اسمش از حکومت دانایان، فیلسوف شاهی. یعنی یک آدمی وجود داره که صوفی منشه، قوانین نوشته میشه، کنکوریه. اگر به این نرسیدی و نشد، بهترین حکومت بعدش نسبتاً تیموکراسیه. میگه این تیموکراسی حکومتیه که ممکنه که زمامداران، خود زمامدار اصلا آدم خوبی باشه، ولی بچهش میتونه بچه نوح باشه. بچه های بی نژاد و ابله میان رو حکومت و مردم رو نمیتونن جذب کنن. وقتی تیموکراسی تولید میشه، یواش یواش به اولیگراشی تبدیل میشه. در این زمان حکومت اولیگراشی خیلی خوبه برای جنگ، اما تو صلح نابود میکنه ملتو. میگه بعد از این گندترین اتفاق در تاریخ میفته، اسمش از دموکراسی. همین دموکراسی که الان دنیا داره از رو ارسطو مینویسه، رده 4 شکل حکومتگریه. میگه حکومت دموکراسی اختلاف طبقاتی میاره و در نتیجه افزایش رباخاری. آدمهای نادان دموکراسی رو تولید کنن در کشور تا 40 بعد برسه به استبداد، آخرین نوع حکومته. میگه دیگه این مردم فاتحهشون خونده است. نتیجه‌گیری دموکراسی میشود استبداد. با اون که بیش از 2000 سال از تدوین کتابهای افلاطون میگذره، کمتر کسی درباره افلاطون و دیدگاه‌های اون صحبت کرده. چرا ما راجع به آریستوکراسی حرف میزنیم؟ زیرا که جهان راجعش صحبت نکرده. یعنی صوفی منشی، یعنی فیلسوف منشی، یعنی حکومت فیلسوفان و دانایان. هیچ کسی چی نمیگه. اسم این نوع حکومت بهش میگن آریستوکراسی، که در ویکی‌پدیا ها و اینا میخوان اینو بزنن اشرافی‌گری، چون باید انسان کامل نظر کنه در این نوع حکومت که جهان روش مونده، نمیدونن چیه. پس اگه به دنبال آرمان شهر هستیم، تنها یه مرجع داره، افلاطون. آیا در بین اندیشمندان معاصر کسی هست که درباره افلاطون و دیدگاه‌های اون حرف زده باشه؟ لیدر ریستارت در برنامه‌های مختلفی از جمله برنامه طلوع امپراتوری کوروش، مؤلفه‌های حکومت آریستوکراسی را ذکر کرده است که همان قوانین اساسی آرمان شهر افلاطونی است که برای هزاران سال مکتوم مانده بود. ارجاعات در این برنامه‌ها
تماماً از افلاطون است. پس این آریستوکراسی، حکومت دانایان، پادشاه تمام دانایی، حکومتی است که سقراط گفته، بعد از سقراط که افلاطون نوشته افکارش رو، یه نفر در کره زمین هست که برای شما اینو توضیح داده، اون منم. اگر کسی تفسیر کرده افکار سقراط رو، کتابش ملتی رو معرفی کنه. رأی فهمیدنیه، باید مردم شعورشون به جایی برسه که بفهمن کی انتخاب کنن یا چه رأیی بدن. رأی دادنی نیست که، رأی فهمیدنی، باید بفهمید. این دعوای سقراط، بعد از سقراط اول نفر در کره زمین منم. با ما دوتا دعوا شبیه هم دیگه است، همه هم با ما مشکل دارم. مشکل کجاست؟ مشکل اینه که ما میگیم تمام هر حزبی که در کره زمین وجود داره زیر مجموع آریستوکراسی. چرا؟ چون ما میگیم عقل و دل هر دو توامن باید در آریستوکراسی، حکومت مورد نظر افلاطون و سقراط، حکومت مدینه فاضله معنی داره. ایشون برنامه های زیادی رو در تمام این سالها اجرا کردن که همگی اونها پر از مطالب علمی، تاریخی و فلسفی هست. اگه هر دقیقه برنامه رو معادل یک صفحه در نظر بگیریم، کتابی که لیدر ریستارت به جهانیان عرضه کردن بیشتر از 700 هزار صفحه داره. تازه ایشون فقط 3 تا از قوانین اساسی کوروش رو گفتن که اینجوری دنیای سیاست رو به هم ریخته، یعنی قانون آزادی اسلحه، دادن حقوق به بانوان خانه‌دار و عدم اجازه ورود کودکان زیر 18 سال به مذهب و سیاست. گفتیم برای این که نجات پیدا کنیم من و تو، اینه که 22 قانون اساسی که در آینده نوشته میشه توسط امپراتوری تصوف، اینها رو پشتش وایسیم و توضیح دادیم که این قوانین چیه. ما مقننه رو میخواییم بنویسیم هموطن، یعنی قوانینی که یک اسلحه باید آزاد باشه. شرط آزادی اسلحه قانون اول اپوزیسیون ریستارت و فرق ما با آمریکا در اینه که هر کسی بعد از اینکه امپراتوری کوروش اومد آزادی اسلحه رو اعلام کردیم، شوی رو پخش کنه، آزادی بیان داشته باشه، بیاد بگه چی کار کنیم آزادی اسلحه رو کمترش کنیم، میگیریم. ما فرق با آمریکا اینه، این میگه حرف بزن، ما اصلا اجازه حرف نمیدیم. قانون اول اینه که خانمای خانه‌دار باید 1/3 عرف جامعه حقوق بگیرن. همه زنهای ایرانی، چه خانه‌دار خانم‌ها و چه سرکار میرن، باید حقوق از دولت دریافت کنن به خاطر داشتن بچه یا همین که چای دم میکنن. قانون اساسی دیگری در تصوف هست که این قانونه، بچه زیر 18 سال ورودش به هر گونه حزب سیاسی و مذهبی ممنون. آیا تو دنیای معاصر کشوری هست که اون المانهای آریستوکراسی رو داشته باشه یا حداقل نزدیک اون باشه؟ در یک کشوری مثل آمریکا، دموکرات جزئی از قوه مجریه آمریکا است. یعنی آمریکا دموکرات نیست، آمریکا اصلا جمهوری خواهی نیست، آمریکا ابدا عرضم حضور شما که سکولار هم نیست، آمریکا سوسیالیست هم نیست. همه اینها عضو کوچکی یا متوسطی از آمریکا. ما گفتیم از قوانین امپراتوری کوروش که در دست ماست، 30-35%، 36-37%ش رو آمریکایی‌ها انجام دادن. نه، در کره زمین تنها کشوری که قوانین اهل تصوف و عرفا رو، قوانین افلاطون با نگرش سقراطی رو در کشورش تونسته پیاده کنه، 35-36% گرد کنیم، از عدد پی هم صرف نظر کنیم، 40% آمریکا نزدیک به قوانین امپراتوری کوروش است که ما قراره در جامعه ایران پیاده کنیم. نکته جالب اینه که برخلاف همه مثلا کارشناسان، ایشون بارها اعلام کردن که سیستم حکومتی آمریکا نه جمهوریه و نه دموکراسی. پس سیستم حکومتی آمریکا دقیقاً چیه؟ واژه جمهوری یا رپابلیک از واژه لاتین رسپابلیکا
به معنای حکومت قانون به وجود آمده است. در این نوع حکومت قانون والاترین مرجع برای حکومتداری است و مجلس قانونگذاری نهادی است که آن را نمایندگی می کند و هیچ نهاد دیگری توانایی ابطال قوانین وضع شده را ندارد. به بیان دیگر حکومت جمهوری یعنی دیکتاتوری قانون. از آن سو واژه دموکراسی از واژه یونانی دموسکراتیا مشتق شده است که به معنای رأی اکثریت می باشد. در این نوع حکومت رأی اکثریت جامعه والاترین مرجع برای حکومتداری است. به بیان دیگر حکومت دموکراسی یعنی دیکتاتوری اکثریت. این در حالی است که در حکومت آمریکا کنگره و ریاست جمهوری توأمان توانایی وضع قوانین مخصوص و حتی ابطال و وتوی قوانین طرف مقابل را دارند. به همین دلیل این حکومت جمهوری نیست. از سوی دیگر به علت وجود آرای الکترال مبنای حکومت این کشور رأی اکثریت نیست، بنابراین این حکومت دموکراسی نیز محسوب نمی شود. این مواردی است که بنیانگذاران آمریکا در ابتدای تأسیس این کشور بدان توجه کردند، مواردی که از کتاب کوروشنامه گزنوفون شاگرد شهیر سقراط اقتباس شده بود. البته ایشون علاوه بر روشنگری های سیاسی رازهای تاریخی بسیاری رو هم افشا کردن. ما یه دونه قوم لوط داریم، یه کویر لوط در کره زمین، یه شهر بیار اسمش لوط باشه، یه دهات بیار اسمش لوط باشه، معلومه که این قوم لوط تو کویر لوط بودن. حالا اون دفعه من گفتم داوود پیامبر کرد، بعد گفتن آقا کجا میگه کرده، بابا برو اسرائیل نگاه کن، یه سری یهودی‌ها اونجا هستن خودشون کرد میدونن. هموطن، یکی از ادیانی که 85% کل کره زمین به اون دین بودن، دین مانی پیامبر ایرانی. شما نه از مانی چیزی میدونی، نه اصلا میدونی الان دین مانی چیه. چطور امکان داره دینی که 85% مردم کره زمین بهش ایمان میارن از بین میره؟ اسم مانی از بین میره؟ چطور امکان داره الان من کاری کنم که کل مسیحیت از بین بره؟ یک، باید همه اون مسیحا رو بکشم. دو، باید زیر شکنجه و اینا کاری کنم که 100 سال تاریخ حذف بشه، بچه هایی که 100 سال دیگه به دنیا میان نفهمن این موضوع رو. کاری که زرتشتی ها دوبار کردن در سوزوندن کتاب ها، که بعد حالا میگن هم کتاب سوزی بعضی کتاب ها رو خود زرتشتی ها سوزوندن وقتی اعراب حمله کردن مثلا گردن اعراب. در برنامه ریسا توضیح دیم که ابراهیم همون زرتشته و زرتشتیان صدها هزار دختر و پسر رو در دوران اشکانیان دفن کردن، زنده به گور کردن، کشتن، آتیش زدن تا تاریخ اشکانیان نیاد بیرون. چرا؟ که بگن ادیان ابراهیمی فرق میکنه با ادیان غیر ابراهیمی، و نمیخواستن بگن که زرتشت همون ابراهیمه. افشا شدن راز یکی بودن زرتشت و ابراهیم گره های تاریخی بسیاری را باز کرد. یکی از مهمترین آنها این بود که از دو ازدواج زرتشت با سارا و هاجر ادیان یهودی، مسیحی و اسلام پدید آمدند که همگی آنها ریشه های پارسی داشتند. بنابراین با فراگیرتر شدن این راز دیگر سیاستمداران نمی توانند با دمیدن بر آتش جنگ های چند هزار سال ادیان از پیروان آنها سوء استفاده کنند و جنگ های مذهبی و اختلافات نژادی نیز از میان خواهند رفت، زیرا همگی خواهند فهمید که ساختمان کعبه توسط زرتشت پیامبر پارسی بنا شده است. لیدر ریستارت توی یکی از برنامه‌هاشون درباره اختلاف و تفاوت در بین نژادهای بنی اسرائیل صحبت کردن، که اتفاقا یک راز بسیار مهمی هم باهاش افشا شد، یعنی دین هیتلر. یک گروه دیگری در جهان از یهودی‌ها وجود داره که هیچکی راجبشون حرف نمی‌زنه. نژادی در یهود وجود داره به نام اشکنازی، یعنی هیتلر یهودی بود، از نژاد اشکنازی بود.
این داستان اوکراین که نئونازی توضیح ده رب داره. اوکی، پس مرکل اشکنازیه. در این برنامه ها از مفاهیمی همچون عدالت، حق آزادی اسلحه، تربیت، سیاست، حقوق بانوان، رأی فهمیدنی و آموزش سخن رانده می شود که شالوده های یک آرمان شهر هستند. این مفاهیم به قدری پیچیده و قامز هستند که کمتر کسی جسارت نزدیک شدن به آنها را دارد و یا توان ارائه آنها را برای عموم ندارد، در حالی که لیدر ریستارت آنها را به راحتی و برای عام مردم به روشنی توضیح می دهد و تشریح می کند. وی همچنین رازهای سر به مهر شده بسیاری از تاریخ و ادیان را افشا کرد که برای چند هزار سال مدفون شده بود. دلیل این فراموشی همکاری عامدانه سران ادیان و حاکمان وقت بوده است که مایل نبودند این رازها برملا شود، زیرا در صورت افشای آنها قدرت تسلط خود را بر مردم از دست می دادند. در این برنامه رازهای تاریخی بسیاری افشا شد، مثل زرتشتی بودن فرعون زمان موسی، پارسی بودن عیسی، جانشینی پتروس پس از عیسی و ده ها مورد دیگه. افشای این رازها به سلطه و مخفی کاری چند هزار ساله ادیان پایان داد. این افشاگری ها فقط در حوزه تاریخ و ادیان نبود، بلکه ایشان در سری برنامه هایی با عنوان حکم انسان صورتی دیگر است، رازهای دنیای سیاست را نیز افشا کردند. سیاسی میگن آقای حسین ماست کیه؟ میگم سفیده. میگه اوکی، تا وقتی سفیدی که پولش ندادیم یه میلیون داشتیم تو حسابت، ماست دیگه چیه آقای حسینی؟ سیاهه. پس سیاست مدار به کسی بگن که ماست سفیده تا پولش نگرفته، پولش گرفت دیگه ماست سیاهه، پستش گرفت دیگه ماست سیاهه، هر چی که دموکراسی، هر چی که احزاب میگن. یعنی زمانی که داره یک کشوری رژیمش عوض میشه، انگلیسی‌ها نگاه میکنن اینا 50 سال توی 30 سال 35 سال تو عراق داشتن میخوردن، بعد دیدن حالا داره عوض میشه، کاری نمیتونن بکنن، زنگ زدن روسیه. خیلی ساده بود آقا، مردمشون میخوره شروع پیدا کردن، دارن قیام میکنن، اینا حاضری جنس منو بخری به نام عراق، جنس جدیدی بفروشی به من جای دیگه؟ اونم اوهاره این کشور دیگه مال تو، این کشور مال ما. صدام حسین از طریق حزب بعث وابسته به روس‌ها به قدرت است. پس مردم کره زمین رو سیاستمدارها و ادیان به دو قسمت تقسیم کنن، یا برده جنسی یا برده جسمی. تو یک زن و دختر یا پسری هستی که ازدواج میکنی، تو مثل سگ کار میکنی، زنت این سگ کار میکنه، بعد تولید مثل میکنی برای کارخونه من، بچه تولید میکنی که وقتی تو مردی مثل سگ تو کارخونه من کار کنی. اینش من برده جسمی. یعنی یک زن، یه شوهر که کار میکنه باید بتونه خرج زن بچه‌شو بده، دنیا رو کاری کردن که زنم باید کار کنه. و یا هم برده جنسی مثل اینستاگرام. اینستاگرام برای چی زدن؟ قدیم یارو باید برای این پیرمرد پیرزنای پولدار دنیا فیلم درست میکرد، میرفت از دختر عکس میگرفت، خانم اینطوری کن عکس میگرفت، اینجوری کن عکس میگرفت، بعد این آلبومو درست میکرد مثل خر. یه نفر بعد میفتاد هزینه میکرد، بعد میبرد میداد به اون پولداره، میگفت ببخشید این شبی مثلا 20000 دلار، این شبی 7000 دلار. الان این کارو نکردن، یه اینستاگرام درست کردن، چالش چیش میزن سینا تکون بده، برو ببین سالی چند تا دختر در سراسر جهان داره گم میشه، میفرستن واسه اون پولداره. دیگه آلبوم نمیخواد، دیگه هزینه نمیخواد، که یارو اینجا نشسته فقط اینستاگرامو باز کردن، تو چالش دارید میخوان دخترها میرسن، میگه این دختر آلمانیه، دختر آدرسشون هم دارن. پس تو یا برده جسمی یا برده جنسی، جز این هستی بی‌ناموسی. این سیاست مدار یا دیندار پولدارا با احمقا حال میکنن، باهوشا زیر مجموعه احمقا کار میکنن. دانشمندا تو کجا میرن درس بخونن؟ تو دانشگاه. استادای این دانشجوها کیان؟ همونه که در کلاس های قبلی درس بخونن. یعنی یک دروغی که عدد پی امتحان نداره، نسل به نسل دارن تدریس میکنن و ازت امتحان میگیرن، و اگر امتحانو
پاس نکنی، یعنی بگی دایره عدد پی انتها نداره، رد میکنن، یعنی باید بری تو خونه بشینی. پس استاد همون مقلد میمون خریست که داره از استاد قبلیش، همون میمون خر مقلد از استاد قبلیش همینطور داره به تو فیزیکت میده، شیمی یاد میده، علوم سیاسی یاد میده. دموکراسی دیکتاتور شد؟ آف کورس. وقتی 50 تا خر با هم بشینن مشورت کنن، نتیجهش خر جدیده. چرا دنبال شیر توش میگردی؟ دنبال دانشمند فیلسوف توش میگردی؟ دموکراسی یعنی برآیند نیروهای فکری موجود در یک جامعه که اثر انگشت اون جامعه است. و اگر سیاستمداری گفت که دموکراسی فرانسه رو میخوایم در ایران پیاده کنیم، بهش بگید که خر خودتی و ما گول نمیخوریم، چون دموکراسی کشور دیگر رو نمیشه در یک کشور دیگه پیاده کرد. اعتقاد داریم باید جایگاه دیکتاتوری از بین بره و نه دیکتاتوری. و راز رو در یک کلمه توضیح بدم: هر زمانی در هر کشوری هر گروه سیاسی گفت مرگ بر فلانی، یعنی اینکه میخواهد جایگاه دیکتاتوری را حفظ کند و فقط میخواهد دیکتاتور را تعویض کند. پا یا پای بهش میگفتن، بعد سکه زده شد. برو بخون تاریخ سکه زدن کی بوده. بعد اسکناس تولید شد، یک انقلابی در داد و ستد شد. سکه نو زنن بر رخ زر، درهمش کم عیار میبینم. شاه نعمت الله ولی میشه، میشه ارز دیجیتالی. یعنی دنیا به جای میرسه که سکه جدید، یعنی یک ساختار جدیدی از یه سکه تولید میشه. ابتدا به ساکن اومدن پولاشونو گذاشتن روی مدیا، مدیا رو گرفتن، گلوبالیسم شکل گرفت. بعد اومدن میشکار کردن، اومدن قوانین در سازمان ملل تولید کردن، مثل اینترپول یه پلیس تولید کردن. پس ما ریاستی ها این همه هزینه کردن تو صفحه مدیا ما رو بسون. چرا؟ چون از یه جا فرمان میگرفت، از یه جا فرمان اومد که 140 تا کشور اون پنیره حسین رو حذف کنید. همه حذف کرد. بعد اومدن قوانین رو نوشتن که این خیلی مهمه. تو این قوانین نوشتن که هر حرکتی علیه ظالم، علیه دیکتاتور، علیه حکومت انجام بشه میگیریم. گفتیم خب ببخشید، ما در چالش هامون توی ایران نه حیوان مرد، نه انسان مرد و نه درخت، ما هیچ کاری نکردیم. گفتیم خشونت شد. لیدر ریاست گفت چه بلایی سر مردم ترکیه خواهد اومد و عراق دوم میشن که دارن میشن، و گفت چگونه عراق دوم میشن. اینا هم توضیح دادم. بگم بزرگترین اراده دولت آمریکا، این خود کشور آمریکا، اینه که هنوز نمیفهمه که ما خبرنگار مستقل نداریم. خبرنگار مستقل یک دروغ بزرگ جامعه جهانی برای تپاندن اخبار دروغین به مردم جهان. رسانه‌ای که پولش از هر جا میاد این مستقل نیست. تو بازار جهانی شما میخوای شکر بفروشی تو تویله، نه ایران، یه تویله دیگه انتخاب کن، یه کشور دیگه انتخاب کن، برو 2 تن شکر ببر تو بازار بفروش. 20 تا سازمان امنیتی میرسن یه چیزی میکنن، تو سرت هم میبرن. شکر فروشی مستقل نداریم، و خبرنگار مستقل داریم، رسانه مستقل داریم، حزب مستقل داریم، فیسبوک مستقل داریم. و من یه آدمی نیستم که گول بخورم. یعنی شما وقتی که پرچم سفیدت به عنوان صلح میاری بالا، من میام بالا سرت، قبول نمیکنم، استاپ میکنم، میام بالا سرت، اسلحه‌تو چک میکنم. اگر توش گلوله باشه میبخشم، اما که توش گلوله نباشه میکشم، چون تو تا آخرین گلوله چلیک داری. هر وقت میخوام حرف نزنم، 2 تا گزینه جلوی چشمم میاد: شأنمو حفظ کنم، یا اگر راجع به این آدما حرف نزنم، اینها در 98 آبان ما فراخوان میکنم. بچه 17 ساله میمونم، بچه 17 ساله گول این احمقا میخوایی میبینم. از این میترسم که این بچه وسط خیابون بمیره، تو دلم میگم تو شأنت حفظ کردی. از تاریخ و سیاست گرفته تا ادیان، لیدر ریستارت در حال ریستارت کردن همه مفاهیم و شاخه های تفکراتی هست. گروه های دینی که ما شما رو دوست داریم در امپراتوری کوچ هم آزاد، مگر اینکه در پشت پرده. مگه نمیگید ما دینی هستیم و جدای دین سیاست؟ مگه نمیگید
من لا سیاست نبینم تو. لیدر ریستارت در چندین برنامه یهودیان را مخاطب اصلی خود قرار دادند، زیرا این قوم در طول تاریخ کهن خود هر چند کوتاه و محلی شاهد حکومت‌هایی از نوع آریستوکراسی بودند، مانند دوران یوسف، داوود و سلیمان. البته مخاطب لیدر ریستارت فقط یهودیان نبودند. ایشون پیام‌های خودشون رو به هر دینی از طریق مطالب همون دین بیان کردن. مطالب ارائه شده توسط ایشان شالوده تفکری مخاطبان را به شدت لرزاند، به طوری که باور مطالب ارائه شده برای خیلی عظیمی از مخاطبان ساده نبود. ایشان همواره از مخاطبان خود می‌خواست که تنها به سخنان وی بسنده نکنند و خود درباره موضوعات مطرح شده تحقیق کنند و بدین طریق روحیه پرسشگری را در آنان ایجاد و تقویت کرد. برای بسیاری از مخاطبان اهل تحقیق، حرف‌های لیدر ریستارت به منزله سرآغازی برای جستجوهای بی‌پایانشان بود و هر موضوع مطرح شده توسط ایشان به مانند کلیدی بود که دربهای جدیدی از ناگفته‌های علمی، عرفانی، تاریخی و مذهبی را برایشان باز می‌کرد. و این مخاطبان با هر جستجو بیشتر پی به حقانیت گفته های ایشان می بردند. یکی از نکات جالب برای مخاطبان این بود که در تمام برنامه های علمی عرفانی ریستارت ایشان خاضعانه اذعان داشتند که این حرف ها متعلق به خودشان نیست، بلکه استنادات مطرح شده در این برنامه تماماً از اهل عرفان است. بدون شک این برنامه ها برگ زرینی در تاریخ پارسی زبانان است، زیرا که اثبات می کند پس از گذشت چند هزار سال شاهد بازگشت فلسفه از غرب به شرق هستیم. فلسفه‌ای که پیشتر از خود پارسیان به فرهنگ یونان و سپس جهان غرب راه یافته بود و این مهاجرت دوباره خود نوید دهنده طلوع آرمان شهر موعود است. در طول تاریخ بشر همیشه منتظر ظهور آرمان شهر بوده. برای حکومت آریستوکراسی لازمه که هر سه تا ضلعش همزمان باشه. هم امپراتور، هم صوفی و هم قانون اساسی. اما توی تاریخ همیشه شاهد بودیم که نهایتاً یک یا دو تا از این مؤلفه ها وجود داشته و یا اگر هم همشون بودن به ندرت هر ستاش با هم در یک زمان و در کنار هم ظهور کردن. پس هر کی در سیاست جهان هست بدون اجازه آریستوکراسی، قانون افلاطون، سقراط، مدینه فاضله تفکری، بدون فهمیدن قوانین حقوق بشر میخواد به حکومت برسه، حتما بی‌ناموسه. خوشو برتر میدونه، خوشو بالاتر میدونه. ما اول باید به مردم آگاهی بدیم، سطح تفکرشون رو ببریم بالا تا ظرف امپراتوری کوروش این مردم اندیشه سیاسیشون در این ظرف جا بشه. آریستوکراسی یعنی برایند فهم آدم ها ز بالا باشند و بالا بروند. فرق اپوزیسیون ریستارت با تمام گروه‌های سیاسی در جهان اینه که ما چهار داره بودیم. قوه چهارمون چیه؟ از همه جهان مقننه دارن، مجریه دارن و قضایه. ما یه قوه دیگه داریم، یعنی قوه مردم. سقراط گفت آقا مردم، حکومتی رو که من دارم معرفی میکنم و من موضوع رو فهمیدم دارم واسه شما تشریح میکنم و توضیح میدم، حکومتیست که فقط در آینده یه نفر دیگه راجبش حرف میزنه، اونم سید محمد حسینی لیدر ریستارت. بقیه هیچ نیست. حسینیست که بعدها لیدر ریستارت تشریح میکنه برای جهانیان که آریستوکراسی نمیشه و فقط هم در کل زمین منم تلاجی اون حرف میزنم. دو تا گزینه دارید مردم. یا باید سقراط رو بکشیم، هر حکومت در پیتی میخوایم بیاریم، آخرش میشین همین که هست.
یا به سقراط باید خواهش کنید بیاد نوع حکومتش توضیح بده و بنا بذاره. هزاران سال پیش جهان در بلبشوی عظیم قرار داشت و این پارسیان بودند که توسط کوروش دوم اولین شبه آرمان شهر جهان را بنا کردند. گویا این وظیفه باری دیگر بر روی دوش پارسیان قرار گرفته است که آرمان شهر موعود را برقرار کنند، این بار توسط لیدری خردمند. اینک به نظر می رسد پس از چند هزار سال دوباره تمام مؤلفه های ایجاد حکومت آریستوکراسی در کنار یکدیگر قرار گرفتند. سؤالی که ما را در برابر نسل های آینده قرار خواهد داد این است که آیا ما مردم نیز خواهان این آرمان شهر بودیم؟ بیشک تاریخ به این سؤال پاسخ خواهد داد. از پارسه تا اسکندریه جهان شاهد ظهور شبه آرمان شهرهایی بر اساس تفکرات عرفان پارسی بوده. وقتی در جاده اندیشیدن قدم میزنیم حتما با این دوراهی مواجه میشیم. اینکه تفاوت دنیای حقیقی با دنیای واقعی چیه؟ حقیقت اینه که جهان منتظر حکومت آریستوکراسی هست که هر سه مؤلفه آرمان شهر رو داشته باشه. اما واقعیت اینه که آیا جهان آماده اون ناجی هست که حکومت آریستوکراسی رو برپا کنه؟ هزاران سال پیش قرعه به نام پارسیان رقم خورد تا اولین شبه آرمان شهر جهان رو شکل بدن. به نظر میرسه جهانیان باز هم در انتظار پارسیان هستن تا این بار آرمان شهر موعود رو شکل بدن، یعنی حکومت آریستوکراسی یا همون فیلسوف شاهی پارسی. Thank you.
فهمیدن یک دغدغه است، ولی دغدغه فهمیدن خیلی مهمتر از فهمیدن است. من پایه‌های سلطنت خود را بر ایلام، سرزمین پارس، بنا خواهم کرد و شاهان و شاهزادگان دروغین را از بین خواهم برد. چنین گفت خداوند. اما آن روز خواهد رسید که بگویند من ایلام، سرزمین پارس اسیر شده را به دست خواهم آورد. چنین گفت خداوند. کتاب ارمیای نبی.